سرخط خبرها. بررسی وضعیت افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل. برگشت امارت طالبان به هیچ صورت پذیرفتنی نیست. معین وزارت داخله: بسیج‌های مردمی هر قدر سلاح، مهمات و امکانات بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهیم. رئیس جمهور فیلیپین به مردم: یا واکسین یا زندان. و همچنان در پایان، به نقل از فیسبوک رسمی ولی آریان: استادگی زنان در برابر طالبان. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست وضعیت امنیتی افغانستان را بررسی کرد. این نشست شام روز سه شنبه یکم سرطان برگزار شد. وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه اعلام کرد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در این نشست تاکید کردند که امارت طالبان قابل پذیرش نیست و جامعه بین المللی از برگشت آن حمایت نمی کند. نمایندگان امریکا، بریتانیا، استونیا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و محمد انیف ادمر وزیر امور خارجه در این نشست سخنرانی کردند. طبق اعلام وزارت خارجه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد عملات اخیر بر مکاتب، کارمندان ماینپاکی در بغلان و غیر نظامیان در افغانستان را به شدت محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل در این نشست حمایت سریع خود را از دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و نیز حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته اعلام کرده است. دبرالنز، نماینده فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان گفته است انعطاف پذیری افغانستان به شدت در حال آزمایش است و لغزش به سمت برخی از سناریوهای وخیم غیر قابل انکار است. معین وزارت داخله: بسیج‌های مردمی هر قدر سلاح، مهمات و امکانات بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهیم. معین پلیسی وزارت امور داخله کشور اعلام کرد که نیروهای بسیج مردمی که در برابر طالبان می‌جنگند به هر میزان سلاح، مهمات و امکانات نیاز داشته باشند، وزارت داخله برایشان فراهم می‌کند. نقیب الافایق، معین پلیسی و استراتژی وزارت امور داخله، سه شنبه شب یکم سرطان که به ولایت بلخ سفر کرده بود، گفته است که حکومت حاضر است به هر پیمانه ای که ضرورت باشد بسیج‌های مردمی را سلاح، مهمات و دیگر امکانات نظامی بدهد. نقیب الافایق به منظور ایجاد هماهنگی میان نیروهای امنیتی به ولایت شمالی کشور سفر کرده است. فایق در سخنان در جمع مسئولان نظامی و ملکی گفت که مسئولیت تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی در ولایت‌های شمال و شمال شرقی کشور به او سپرده شده است. او میگوید که مردم در هر ولایت کشور اگر مردم آمادگی داشته باشند، وزارت‌های دفاع و داخله و دیگر نهادهای امنیتی برایشان امکانات نظامی و مالی فراهم می‌کنند. او حملات اخیر طالبان و سقوط ولسوالی‌ها را تبلیغات خوان و افزود که این اقدامات گروه طالبان موقتی است و خود این گروه نیز باور ندارد که این مناطق را حفظ کند. معین پلیسی و استراتژی وزارت امور داخله میگوید که تشویش‌ها در رابطه با ورود طالبان به شهر مزار شریف رفع شده است. با گفته او، طالبان اگر مرگ می‌خواهند به مزار شریف بیایند. پیش از این بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی، نیز از مردم خواسته بود که در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوند. دولت امکانات نبرد با طالبان را فراهم می‌کند. بسیج‌های مردمی در چندین ولایت کشور شکل گرفته است. رئیس جمهور فیلیپین به مردم: یا واکسین یا زندان. رئیس جمهور فیلیپین هشدار داده است که اگر مردم واکسین استفاده نکنند زندانی خواهند شد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه گاردین، رودریگو، رئیس جمهور فیلیپین در سخنرانی خطاب به مردم خود گفته است که اگر واکسین استفاده نکنند راهی زندان خواهند شد. او میگوید انتخاب کنین، یا واکسین بزنین یا که به زندان می اندازم. مرا درک کنید، کشور در یک حالت وخیم قرار دارد. آزاردهنده است. فیلیپین حتی نیاز به دولت ندارد. فیلیپین با موجی از بیماری کووید 19 روبرو است. تا کنون 1,300,000 نفر مبتلا به کرونا شدند و بیش از 23,000 نفر هم به این دلیل فوت کردند. به نقل از فیسبوک رسمی ولی آریان: استادگی زنان در برابر طالبان. زنان ازبک دیری است که بر ضد دایشیان و طالبان سلاح برداشتند.
افزایش خشونت از سوی طالبان، جامعه جهانی وارد عمل شود. خبرگزاری 8 صبح کابل. با آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، سطح خشونت از سوی طالبان به شکل بی سابقه افزایش یافته است. این گروه تنها در جریان ماه جوزا بیش از 60 ولسوالی را در ولایت‌های میدانوردک، فاریاب، غور، بغلان، جوزجان، تخار، آرزگان، سرپل، کندز، سمنگان، بلخ، بدخشان، بادغیز، فرا، نیمروز و هرات تصرف کرده است. بلند رفتن سطح خشونت و افزایش عملات طالبان نگرانی شهروندان، فعالان مدنی و فعالان حقوق بشری را به همراه داشته است. از همه مهمتر، سکوت جامعه جهانی نسبت به حملات گروه طالبان این نگرانی ها را بیشتر کرده است. اکنون شهروندان معتقدند که کشورهای خارجی و سازمان ملل متحد مردم و حکومت افغانستان را به تاریخ واگذار و فراموش کردند. شهروندان کشور، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری توقع دارند که جامعه جهانی دست کم در برابر چنین عملات واکنش نشان دهد و گروه طالبان را به ختم خشونت وادار سازد. آنان معتقدند که قضایای افغانستان رای حل نظامی ندارد و جامعه جهانی باید از نفوذش بالای طالبان برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات استفاده کند. هرچند گفتگوهای سال میان دولت افغانستان و طالبان با موجی از امیدها آغاز شد، اما اکنون که نزدیک به یک سال از شروع آن می‌گذرد، دو طرف به نتیجه نرسیدند و این مذاکرات به بن‌بست خورده است. هرچند مسئولان حکومت طالبان را به تلاش برای رسیدن به پیروزی از راه نظامی متهم می‌کنند، اما این گروه می‌گوید که افزایش جنگ ناشی از بی‌برنامگی حکومت در شروع مذاکرات است. طالبان تصریح میکنند که اگر دولت گفتگوهای موثر و نتیجه بخش را آغاز کند، طالبان آماده از سرگیری مذاکرات هستند. طالبان با آغاز ماه می حملات تهاجمیشان را بر بیشتر ساعات کشور گسترش دادند. این گروه برخلاف گذشته بیشتر عملاتشان بر ولسوالی ها متمرکز کرده و توانسته است در جریان 3 ماه گذشته نزدیک به 70 ولسوالی را تصرف کنند. هرچند حکومت تا کنون سقوط این ولسوالی ها را نمیپذیرد، اما میگوید که نیروهای امنیتی از این ساعات عقب نشینی تاکتیکی کردند. این عقب نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی و پیشروی طالبان نگرانی شهروندان را بیشتر کرده است. هرچند شهروندان کشور در جریان روزهای اخیر سقوط پیهم ولسوالی ها را طرح‌ریزی شده عنوان کرد، اما دولت آن را رد کرد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت که واگذاری پی در پی ولسوالی ها از سوی نیروهای امنیتی به طالبان بخشی از برنامه تنظیم شده نیست و ادعای مبنی بر این که گویا ولسوالی ها طبق یک برنامه به طالبان واگذار می شود نادرست است. تشکر که تا این دم با ما بودید. روزتان خوش.